در ششمین روز اعتصاب شهرهای مرزی کردستان ایران، فرماندهی بانه وعده داده مرزها بازگشایی شوند، ولی اعتصاب کنندگان میگویند چون این وعده هایی در گذشته هم داده شده و هدف آن تنها پایان دادن به اعتصاب است. بسته شدن دروازه های مرزی غرب و شمال غربی کشور از بهمن ماه گذشته باعث بیکاری ده ها هزار تن از مرزنشینان ایران شده است. برای بررسی بیشتر علی جوانمردی از اربیل کردستان عراق با ماست. علی، امروز چه اتفاق تازه‌ای در اعتصاب شهرهای مرزی رخ داده؟ شهرام، در خبر قبلی گفتی که در کازرون چه اتفاقی افتاده. دقیقاً امام جمعه، مریوان و سقز هم برخلاف خطبه های قبلی و شاید کم سابقه به شدت از جمهوری اسلامی انتقاد کردند به دلیل بسته شدن مرزها. امروز در ششمین روز بانه و جهانرود کماکان اعتصاب ادامه داشت. در شهرهای دیگه هم که از چند روز بعد از این دو شهر شروع کردن، یعنی پیرانشهر و سقز، مریوان، بخشای از سردشت و بقیه شهرها، این هفت شهر اعتصاب کماکان ادامه داشت، ولی فعالان مدنی فراخوان دادند برای اعتصاب سراسری در فردا شنبه. اما از امروز نیروهای دولتی و به ویژه مقامات محلی دارن تمام سعی خودشون رو میکنن که جلوگیری بکنن از این اعتصاب. صبح امروز در فرمانداری باره به گفته شاهدان عینی و حتی افرادی که در جلسه حضور داشتند، با فرمانداری جلسه داشتن نماینده ها، اونجا وضعیت رو توضیح دادن و گفتن که این اعتصاب مشخصا به دلیل بسته شدن مرزها هست و تا زمانی که مرزها باز نشه نمیتونن مردم رو راضی بکنن که اعتصاب به اعتصاب پایان بدن. فرمانداری بانه وعده داده که این مرزها به زودی باز بشه، تاریخ نگفته. گفته جلساتی در مرکز در تهران داره برگزار میشه، دولت آقای روحانی میخواد در هفته پیش رو تصمیماتی رو اتخاذ بکنه که به نفع مردم باشه. ولی چون در گذشته چنین تصمیماتی همیشه، یعنی چنین وعده هایی داده شده، تصمیمات هیچ وقت عملی نشده، قرار هست، یعنی مردم بهش گفتن که اعتصاب کماکان ادامه خواهد داشت. ولی نکته قابل توجه این هست که شهرام، 60 تن از فعالان مدنی و کسبه و بازاریان بانه دستگیر شدن، تعدادی هم در سقز و مریوان دستگیر شدن. به ویژه در بانه یادگار صادقی، همون جوانی که روبروی سعید جلیلی روز گذشته صحبت کرد و با لحن تندی تمامی مشکلات رو ذکر کرد، به گفته حالا مقامات جمهوری اسلامی به ویژه فرمانداری بانه، باعث اختشاش شده، احضارش کردند و مشخص نیست که در حال حاضر کجاست. بقیه افرادی هم که دستگیر شدن اکثرا هنوز آزاد نشدن و خیلی ازشون تعهد گرفتن که دیگه در هیچ اعتصابی شرکت نکنند. حالا خیلی کوتاه به این بگو که مقامات در نهایت چه پاسخی دادن؟ فردا یک هفته میشه این اعتصابات. خیلی کوتاه بگم، مقامات محلی میگن که دارن کاری میکنن که حل بشه موضوع، ولی از تهران، از هیچ مقام رسمی دولت آقای روحانی هیچ وعده‌ای تاکنون نداده، فقط گفتن این مسئله در حال بررسی هست.